دوستان سلام، به کلاس آنلاین زبان اسپانیولی کاسا پرسا خوش اومدید. امروز میخوایم یاد بگیریم که چطور به زبان اسپانیولی سلام احوال پرسی کنیم. اگر تازه به اسپانیا اومدید، این بخش از کلاس میتونه برای شما بسیار مفید باشه. در اسپانیا مردم بسیار از کلمه سلام که همون اولا هست استفاده میکنن. همینطور به همین اندازه از صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر استفاده میکنن. شاید ما برای ما توی ایران انقدر از صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر در طول روز استفاده نکنیم، ولی اینجا مردم دائما به همدیگه صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر میگن. خب حالا ببینیم که چه زمانهایی بعد از اینها استفاده کنیم. همیشه از وقتی که از خواب بیدار میشیم تا قبل از ساعت 2 بعد از ظهر صبح بخیر. به محض اینکه ساعت 2 میشه دیگه صبح بخیر نیست. از 2 بعد از ظهر به بعد عصر بخیر میشه. و به محض اینکه هوا تاریک میشه شب بخیر میشه. بنابراین اگر به تصویر اول نگاه کنید، اون دایره وسط ساعت رو نشون میده. الان ساعت چنده؟ ساعت 8 صبح. نفر اول میگه اولا، اولا، و نفر دوم میگه بونوس دیاس. تصویر بعدی رو اگر نگاه کنید، ساعت چند رو نشون میده؟ ساعت 17، همون ساعت 5 بعد از ظهر میشه. دارن با هم روبسی میکنن و چی میگن؟ میگن بونوس تاردس، بونوس تاردس، که همون عصر بخیر هست. تصویر بعدی، باز همون ساعت وسط رو میبینیم، ساعت 23 است، ساعت 11 شبه. دارن با هم سلام علیک میکنن. چی به هم میگن؟ Buenas noches. Buenas noches. خب، به جز اینها، این اولا، بونوس دیاس، بونوس تاردس و بونوس نوچس برای شروع یک مکالمه هستند. اما وقتی که مکالممون تموم بشه و میخواییم خداحافظی کنیم، از یه عبارتهای دیگه استفاده میکنیم. میگیم استالوئقو. تو تصویر بعدی نگاه کنید. استالوئقو. استالوئقو یعنی تا بعد. استالوئقو. استامانیانا یعنی فردا میبینمت. تا فردا. استامانیانا. در زبان اسپانیایی کلمه مانیانا هم به معنی صبح هست و هم به معنی فردا. پس وقتی میگیم استمانیانا یعنی تا فردا. خب اگر تصویر بعدی رو نگاه کنید با عبارتهای دیگه آشنا میشیم. اینها عبارتهایی هستند که برای خداحافظی و پایان مکالمه استفاده میکنیم. که ته وایا بین، که ته وایا بین، که برات خوب باشه. که ته وایا بین. هاستا لا ویستا، دوباره میبینمت، تا دفعه دیگه که دیدمت. هاستا لا ویستا. آدیوس، خداحافظ. هاستا پرونتو. هاستا پرونتو رو زمانی استفاده میکنیم که قراره به زودی دوباره یه نفر رو ببینیم، مثلا تا یک ساعت دیگه. و یه عبارت دیگه هم داریم که الان اینجا نیستش، که میگیم هاستا اورا، که مثلا ممکنه تا 10 دقیقه دیگه دوباره این آدمو ببینیم. مثلا میگیم که مثلا داریم راه میریم، میگیم توی سوپرمارکت تا 10 دقیقه دیگه میبینمت. بعد وقتی که حرکت میکنی و خدافظی میکنی میگی هاستا اورا، یا میتونی بگی هاستا پرونتو. عبارت بعدی که استفاده میکنیم نوس وموس. نوس وموس یعنی بعدا همدیگر میبینیم حالا. و یه عبارت دیگه چاو. چاو که ایتالیایی هست ولی خب در اسپانیا هم استفاده میشه. یه بار دیگه این کلمه ها رو براتون میخونم، این عبارت ها رو براتون میخونم، هرچند که در ادامه توی همین درس یه بخشی رو برای تکرار همین عبارت ها داریم. که تو وایا بین، هاستا لا ویستا، آدیوس، هاستا پرونتو، نوس وموس، چاو. خب دوستان، در ادامه کلماتی که یاد گرفتیم توی این بخش رو با هم دیگه تکرار میکنیم. من بعد از هر کدوم از این کلماتی که تلفظ میکنم به شما یه وقت میدم، یه چند ثانیه که شما بتونید تکرار کنید برای خودتون. اولا، 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 بونوس دیاس، بونوس دیاس،
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. خب همونطور که الان تو این تصویر اگر نگاه کنید این عبارت ها رو به دو قسمت تقسیم کردم. بخش بالایی مربوط به عبارت هایی هست که برای شروع مکالمه استفاده می کنیم. اولا، بوناس دیاس، بوناس تاردس و بوناس نوچس. خب حالا اگر که به بخش کنار تصویر نگاه کنید به سمت پایین عبارت هایی رو می بینید که موقع خداحافظی کردن ازشون استفاده می کنیم. ادیوس. Hasta mañana, que te vaya bien, hasta pronto, nos vemos, chao. خب حالا میریم این کلمات رو هم مثل کلمات قبل تکرار کنیم. من برای هر کدومی تصویر جذاب گذاشتم که به شما کمک کنه برای اینکه تو ذهنتون بمونه. Adiós. 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 Hasta mañana. Hasta mañana. بعد این تو در نظر داشته باشین که در زبان اسپانیایی حرف اچ که همون اچ هست یا هاش تو زبان فارسی حالا هر کدوم که استفاده میکنید در زبان اسپانیایی بهش میگیم اچ. این حرف با اینکه نوشته میشه ولی هیچ وقت تلفظ نمیشه. مثلا ما اینو نمیخونیم هستمانیانه، میخونیم استمانیانه، استمانیانه. اون صدای اچه هیچ وقت تلفظ نمیشه. استمانیانه. که ته وایا بین، که ته وایا بین. هستا پرونتو، هستا پرونتو. نوش بموش. Nos vemos. تو زبان اسپانیایی اینو هم در نظر که در نظر داشته باشین که اوه که همون وی هست اوه صدای ب میده صدای و نمیده در زبان اسپانیایی صدای ب میده و بهش میگیم ب ده والنسیا. درسته که ما در زبان فارسی میگیم والنسیا ولی در اصل والنسیا هست. پس اون و رو نباید و تلفظ کنیم وی را باید ب تلفظ کنیم. پس میگیم nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. بسیار عالی. خب تا اینجا کلمات جدیدی که یاد گرفته بودیم و تکرار کردیم. حالا توی این تصویر کاربرداش هم میبینیم یه بار دیگه. خب توی تصویر اول موقع بیدار شدن از خواب بونوس دیاس. موقع رسیدن دم در مدرسه اولا. اولا. در ایستگاه قطار موقع خداحافظی ادیوس. ادیوس. جلوی در مدرسه موقع خداحافظی. بچه ها دوباره فردا باید برن مدرسه دیگه پس میگن تا فردا. استمانیانه. استمانیانه. سر کلاس معلم در مدرسه وارد میشه. ساعت چند؟ ساعت دوه. گفتیم از رأس ساعت دو به بعد دیگه همیشه بونس تردسه. دیگه بونس دیاس نیست. به محض اینکه ساعت دوه بعد از ظهر میشه دیگه نمیتونیم بگیم بونس دیاس. بگیم بونس تردس. پس معلم میاد سر کلاس رأس ساعت دو بچه ها بهش میگن بونس تردس. معلم هم میگه بونس تردس. شب موقع خوابیدن. از چه عبارتی استفاده میکنیم؟ بونس نوچس. بونس نوچس. اسلاید بعدی ساعت‌های مختلف روز رو به چهار دسته تقسیم کردیم. مدروغادا. مدروغادا که میشه سحر. مانیانا صبح. تارده عصر. نوچه شب. خب می‌خوام ببینیم موقع سحر چه عبارتی باید استفاده کنیم. موقع سحر
که هوا نه تاریک نه روشنه، از دو عبارت میتونیم استفاده کنیم. میتونیم بگیم بونوس دیاس، میتونیم بگیم بونوس نوچس. بستگی داره که چه موقعی از سحر باشه. اگر که سحر شما زود از خواب بیدار شدین و دارید مثلا میرید بیرون سر کارتون، مثلا ساعت 5:30 صبح و دیگه به سمت صبح، بعد بگید بونوس دیاس. و اگر مثلا ساعت 3:30 شبه و الان از یه سفر طولانی دارید میرسید، بعد بگید بونوس نوچس. خب حالا فکر میکنیم صبح شده، لا سالیدا دل سول، به طلوع آفتاب. اگر نگاه کنید تصویر جایی که خورشید هست داره میاد بالا، زیرش نوشته لا سالیدا دل سول، میشه طلوع آفتاب. موقع طلوع آفتاب که دیگه مانیانا هست، بعد بگیم بونوس دیاس. خب تصویر بعدی میبینیم آفتاب قشنگ وسط روز قرار گرفته که میگیم ال دیا، روزه. بخشی از ال دیا مربوط به بونوس دیاسه و بخش دیگرش مربوط به بونوس تردسه، چون تا ساعت 2 بعد از ظهر بونوس دیاس و 2 بعد از ظهر به بعد بونوس تردس. خب تصویر بعدی لا پوستا دل سول، غروب آفتاب. لا پوستا دل سول که اونجا در موقع عصر همچنان میگیم بونوس تردس. و وقتی که شب میشه و دیگه خورشید نیست و فقط ماه هست، که اس لا نوچه، میگیم بوئناس نوچس. بوئناس نوچس. در تمام این ساعت ها از عبارت اولا که میشه سلام برای شروع و ادیوس برای خداحافظی استفاده کنیم، بدون اینکه به زمان دقت کنیم که چه ساعتی از روز هست. یک بار دیگه کلمات جدیدی که تو این تصویر هست رو برای شما تلفظ میکنم. مدروغادا، مدروغادا. مانیانا، تارده، نوچه. بونوس دیاس، بوئناس نوچس. بوئناس دیاس، بوئناس تاردس. بوئناس نوچس. لا سالیدا دل سول، el día. La puesta del sol, la noche. بله، بریم اسلاید بعدی. خب اسلاید بعدی هم تکراری بر همین هست، برای اینکه بتونیم بیشتر تمرین کنیم. عبارت اولا برای سلام کردن، اولا یعنی سلام. میتونید همیشه بدون اینکه دقت کنید که صبح، ظهر یا عصر، میتونید از اولا استفاده کنید. اولا. خب گفتیم که زمانهای مختلفی در طول 24 ساعت شبانه روز، دیا که میشه روز، مانیانا صبح، تارده عصر و نوچه شب هستن. صبحا پور لا مانیانا دیسیموس بونوس دیاس، por la tarde digo buenas tardes y por la noche digo buenas noches. خب در پایین تصویر هم یک تمرین هست برای اینکه بتونید این عبارات ها رو یادداشت کنید و بنویسید. خب مسلما چون این برنامه ما آنلاین هستش و شما برگه ها رو ندارید، میتونید روی کاغذ برای خودتون نوشتن buenas دیاس، بونوس تاردس و بونوس نوچس و همچنین اولا رو تمرین کنید و یاد بگیرید. ممنونم که در این جلسه از کلاس شرکت کردین. برای اینکه از کانال ما حمایت کنید، لطف کنید و در صفحه اصلی کانال روی سابسکرایب کلیک کنید و بعد اگر دوست داشتید اون زنگوله کنارش رو هم علامت بزنید. اینجوری شما همیشه هر وقت ما یک ویدیو جدید پست میکنیم میتونید جزو اولین نفرهایی باشید که این ویدیو رو ببینید و از اون لذت ببرید. خیلی ممنونم، روز شما بخیر، خداحافظ.